سلام آقا مسعود، سلام داداشم، سلام، خوش اومدی. یا الله، دوستای بزرگوارم، اول داداشم حاجزا زنده باشین. یا الله، یا الله، برادرای بزرگوارم، عیزای نازنینم، تک تکتون خوش اومدین، شب روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین. چشمانین زنده باشین، ماشاءالله ماشاءالله، قلامتم داداش، قلب منی، جدن نگهدارت باشه آقا. سلطان آقا علی ابن موسرزاست، کوچیتونم، خیلی خوش اومدین. شهرمنده تو پیج قبلی لایوم رو ریپورت زدن ناجم مردا، نتونستم اونجا لایو بذارم این چند روزه، ببخشید. دیگه مجبور شدیم این پیج رو بزنیم و بیام از این پیج در خدمتتون باشیم. محبت بکنین، اگه دوستمون دارین، اگه زحمتی براتون نیست، پیجم استوری بکنین، پیج جدیدمو به دوستان معرفی بکنین. زنده باشین، درود به شرفتون، ما هم دلتنگتون بودیم. یا ابا عبدالله، انشالله خود اهل بیت نگهدار ما و خانواده هامون و مملکت و آب و خاکمون باشه. عشق منی، من خوبم، من خوبم. بعد چند وقت هر بار اگه یادت باشه تصویر ما نمیومد. آره این دفعه خب خوشا به سعادت ما، شب جمعه آره. مبارکیه، عشق من نوکرتم، تسلیت میگم سید جان، سردار بزرگمون، شهادت حاج قاسم، سید جان روح شاد، یاد گرامی تا ابد انشاءالله. انشاءالله سید جان خوبی، خدا آقا سید چشم دشمنان، آب و خاکمون، دین و مذهبمون، انشاءالله انتقامشو میگیریم، انتقام سخت انشاءالله. انشاءالله بچه مچه ها تو فضای مجازی چرت و پرت میگن، ملت ما ملتیه که امتحانای سخت سختی رو پس دادن، انشاءالله از امتحانش سربلند میان بیرون. ایشالله همه پشت همیم، خدا رو شکر ملتی داریم که همه پشت همیم، پشت همون خالی نمی کنیم، ایشالله انتقام سختی هم میگیریم. به قول آقای سیدی، آره یعنی خدا خوبی، من کوچیک زده باشم بعدا بشم قربونت باشم. زده بودن آقا سید، پیجتو زده بودن آقا سید، لایو همو زدن، لایو همو زدن بیناموس، همون شبی که برای اول شبی بود که سردار رو شهید کرده بودن، ما اومدیم لایو گذاشتیم، نزدیک 400-500 نفرم تو لایو بودن، من و پهلوان سامان ملکشاهی همتبارم هست و الان تو مازندران. درسته، بله 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 بله، اون شب لایو رو زدن متاسفانه. حالا کیا بودن؟ خود اینیستا زدن به خاطر سردار بود، یا ناجم اون مرزا دار دسته هانیکونا و امثال اونا نمیتونم ببیننه، این آنیکونا نمیتونم ببیننه آقا سیه، از روختم ترس دارم، به مولا که پیستو میزنم نکنه یه مش بدنم، روختم ترس دارم به اول. عشق منی داداش، ما چی بگیم والا، به اینا هم فقط بهشون میگم، قبلا هم گفتم شما حتی رخ مجازی هم نهاریم، میریم پیزاشو نگاه میکنیم، پیزاشو یا فیک یا عکس دختر گذاشتن یا زن گذاشتن، میرم تو دایرکت همین... جواب نمیدن، یا ریپورت میزنه یا ریپورتو میزنه. راستی یه سری این بچه خوشگله به گوه خوردن افتاداره که گذاشتی آره دومی هم میگم حاضرم بهت بدم، فقط یا اول با همین تو همین مجازی هم بگو با روخت، به اول با به گوه خوردن میفته، اینه یه مجازی با به مجازی هم نیستم، یکی میگه مثلا طرف مجازی به قرآن، نه مجازی هم نیستم، تو همین مجازی هم با میدن که آقا روخ مجازی هم ندارن اینا به مورد، نه اول با یه پایین تره این ندارن، بایی میان به من سید آرپوش میگن تو مجازی، آقا من مجازی هم، اوکی من مجازی هم، شما تلفن هم گذاشتم، صورتم معلومه، شما اینم نمیتونی
زد در سر اصلا ببین اصلا مجازی رو رخ مجازی هم ندارن تو همین مجازی هم انقدر وجود ندارن که به سایت ها میزنن ریپورت میکنن رخت هم نمیتونن بگن رخت بستشونه بگه دیگه به این صحبت ها نمیتونه نمیشهر تماس خیلی دلتنگت بودیم خیلی خیلی خوش دارد انشالله که همیشه با آقا پیروز باشیم پرچمش تو کالا آقا زمانی آره به روشون شاد روشون شاد خوشا به سعادتشون با سردار دلها رفتن خوشا به سعادت به خدا خوشا به سعادتشون خوشا به سعادت همیشه پرچم شهر ری ملک ری بالاست به بودن آسیه به شما به بودن شما افتخار میکنیم ما همه سرباز تیم آسیه خدا حفظتون فدات شدیم یه هستیم بزرگیه بود قربونت بشم یا علی قربونت یا علی بچه های خوب مشتی با صفا آقا تک تکتون خوش اومدین عزیزای دل من میگه آقا صمد کرده با هنی عکس انداخته تو بیمارستان خوب انداخته دیگه خیلی ها میرفتم مینداختم این بنده خدا هم رفته آقا یوسفی عشق منی آقا محسن عزیز آقا سید علی عزیزم قلب منی داداش داداش محبت کنید پیزم پیز جدیدم رو به دوستان معرفی بکنید اگه دوست داشتین استوری بکنید اگه زحمتی نیست کی دوست داره بیاد بالا غلام تماج محسن عشق منی داداش خیلی خیلی خوش اومدی عبدالجا سلام داداش آقا صابری گل سلطان آقا علی ابن موسی رضاست من کوچیکتونم خیلی خیلی خوش اومدی داداش میگن سید نظر عکس هانی با صمد چیه داداش من نظر خاص ندارم ولی آقا صمد کرده سردگرمی دنیا رو چشیده میدونه داره چیکار میکنه بالاخره اونم بچه محلشه انا رو تخت بیمارستان رفته عیادت جای دوری نمیره شاید هم فیلش یاد هندوستان کرده چی بگیم داداش شما عزیز قلب منی آسم از گرده همشهری منه همخون منه همتبار منه تعصبشم میکشم اجازه هم نمیدم کسی بهش بیادبی بکن حالا ببین چی صلاح دیده خودش میدونه آقا سیدین هانی دوباره بیاد چی میشه سولاخ میشه دوباره الان سولاخاش اضافه شده به خدمتگذاری همچنان خودشو آماده کرده که خوب به خدمتگذاری شما عزیزان برسه تازی جان خوش اومدی میگه دلش برای هانی تنگ شده بود آره دیگه جون هی میخوام بگم هی میخوام بگم جون هنی کناهات اضافه شده برای خدمت گذاری به ملت جون هنی کنا آبا امیر رضا عشق منی خیلی خوش اومدی آدی جان خوش اومدی داداش آقا امیر رضا گل بانو مژگان خوش اومدین قربونت برم آدی جان فدات شم کی دوست داره بیاد بالا
سلام فداد داره از رامسر آرمان کوچیک. آقا آرمان من فدات بشم داداشی. آقا من فداتون بشم. عشق منی. آقا شریفی گل. آقا پازوکی بچه محل خوبم. خیلی خوش اومدی. کامران جان خوش اومدی. علی آقا خوش اومدی سر ده. یا الله منور نمودیم. داداش هنوز ثابت شد براتون تنه کسی که هنو دنده عقب نشته سید آقای پوشه؟ نه عشق کردین یا نه؟ شکری عزیز آج امیر خوش اومدی داداشم. میگه هانی کنون میگه رو همه شاد میشه چیز تمیزی صاف و صوف امتیاز از صمد کرده گرفته تایید جهانیش کرده آقا صمد جیون سید پیجت خصوصیه دوستم نمیتونه بیاد تلایب داداش ما پیجمون رو باز کنیم بهش مارسه زدنش همینجوری برای ما لایب ما رو زدن میان ریپورت میزنم هر دو سه روزیه بار ما به قول معروف بلاکیم دیگه انشالله انتقام سختی در راه است فداد بشم داد جان مولا به من نگین لات به مولا من با این کلمه میانه خوبی نهرم من هیچ موقع ادعا نکردم لاتم لات واژه خوبی نیست بریم فرهنگ لغت رو بخونیم قربونیم ادبتون برم بریم فرهنگ ده خدا رو بخونیم عمید رو بخونیم تو همین تلفنتون گوگل رو سرچ بکنیم بنویسید لات ببینید چه معنایی میده اگه معنای خوبی بود ازش استفاده بکنین اگه معنای بدی بود ازش استفاده نکنین آقا شکر خدا میگه آقا به مولا امامی امامم داوود کوچیکته فدات شم آقا سیدان چه خبر خوش میگذره غلامت هم داداش آقا من نوکریتونو میکنم نوکری بچه معلم آرزومه داداش فداتون بشم آقا رضا سید ایران شده شهر انتقام این چه فرهنگی آخر بانو فرهانی عزیز خیلی خوش اومدین به به داداش انتقام شما انتقام برای کسی میخواییم بگیرین که تو قلب همه ایرانی ها جا داشت 97% ایرانی ها سردار دلها رو دوست داشتن ناجوان مردانه کشتنش همونجوری که ما برای داشت وحید مرادی که ناجوان مردانه 50 نفر ریختن سرش ناجوان مردانه کشتنش تعصبش رو میکشیم برای مردی که بالای 70-80 میلیون ایرانی دوستش دارن عاشقش بودن چجوری تعصبش نکشیم حاج قاسم تو دلهای همه ما جا داشت کسی گفت شب و روزش زندگیش و زن و بچهش رو ول کرده و برای امنیت همه ما تلاش کرده بود جونش کف دستش گذاشته بود از ایام دفاع مقدس تا همین لحظه شهادتش چجور ما تعصبش نکشیم خیلی آدم باید بی غیرت باشه خیلی بی ذات و اصل و نسب باشه تعصب هموطنش رو که ناجوان مردانه کشتنش شهامت رو در رو شدن باش نداشتن داداش باید آقا شریفی باید بعد از لایو من برم دوستتون رو چیز بکنم کنفرمش بکنم که بتونه بیاد داخل لایو اینایی که به حاج قاسم حرف میزنن شهید بزرگوارمون شهید آب خاکمون دین و مذهبمون حرف میزنن اینا بوی از انسانیت جوانمردی نبردن اگه حاج قاسم اینا نبودن الان معلوم نبود چه بلای سر آب خاکتون بود آمریکا از اون سر دنیا بلند میشه میاد میگه هنوز هم هیچ دلیلی هم پیدا نکرد میگه ما برای امنیت
سربازامون، برای امنیت آمریکامون، برای امنیت کشورمون، هر کی رو خواستیم تروریست خطاب میکنیم، میزنیم، میکشیم. به خودش اجازه میده، میگه برای دفاع از نفس، دفاع از آمریکا. داعشی‌ها که بیخ گوش ما بودن، دور تا دور ما پر بایگاه نظامیه که لحظه به لحظه منتظرن دارن که به آب و خاکمون تعدی بکنن. چطور ما نریم آقا جلوی این داعشی‌ها رو بگیریم، جلوی این ظالمان بی شرف بگیریم که چش دوختن به آب و خاک و ناموسمون. حاج قاسم کارش این بود. اینایی که بیادبی میکنن به ذاتشون بیادبی میکنن، به ایلشون، به دینشون، به خداشون، به پیغمبرشون، به اخلاقیاتشون، به انسانیتشون بیادبی میکنن. اونایی که به حاج قاسم و شهدای ما بیادبی میکنن. آقا تک تکتون خیلی خوش اومدی. آقا پازو که قلب منی. دقیقا آقا حاج قاسم سردار دلها بود. آقا آرش بدت هم داداش. انشالله خدا هم قسمت ما رو شهادت بکن. آقا بروز خوش اومدی داداش. انشالله 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 تو مسجد الاقصا نماز بخونیم انشالله. خب دوستای خوب من، عزیزای دل من، حالا متوجه شدیم که این پیج جدیدمه. فعلا فقط تنها اینجا میتونم لایو بذارم، تو این کانال، تو این پیج جدیدم. محبت بکنید اگه دوست دارین، اجباری هم درش نیست. اگه دوست داشتین استوری بکنید که باقی دوستانم متوجه بشن تا موقعی که لایو پیج اصلیم دوباره برگرده. آقا آرش فدات بشم داداش. رخ میگه رخ سید کمی از حاج قاسم نداره. من فدات بشم داداش. رخ ما کجا و حاج قاسم کجا؟ انشالله انشالله انشالله. هیچ موقع ناامید از رحمت خدا نشین، از حکمت خدا نشین، از توانایی خدا نشین. از امپریالیست، از ستمگرا، از زورگوها، از ابرقدرت ها هیچ موقع نترسین. تا موقعی که با خدا هستین نترسید. پیام حضرت آقا رو شنیدین دیگه. آیه های قرآنی آوردن. اگه به قرآن ایمان دارین، اگه به خدا ایمان دارین، کسی که با خداست پیروز میشه. حتی در برابر یه امپراتوری وایسه. سید جان محمد کرده رو اوکی کن بیاد سرباز خودت. فدات بشم آمرده. چش آداش چش، با خدا باش، پادشاهی کن. مثال حضرت آقا مثال قوم موسی رو بردن وقتی که فرعون دنبالشون کرد. اگه پیام حضرت آقا رو تو همین دو روز پیش شنیده باشیم بسیار به جا بود. بس با خدا باشی، از هیچی نترس. بعد آقای عزیزی داداش ایران همه حاج قاسم هست.
آقا سعید خوش اومدید داداش. آقا شریفی سلام مجدد داداش، خیلی خوش اومد. خود دوستای خوبم، اگه کسی نمیخواد بیاد بالا من از حضورتو مرخص شم، اگه کسی دوست داره بیاد بالا بگه که من بیارمش بالا. انشالله آزادی همه زندانیا. بیسه شهرری خداییش پرچمش بالاست که تو این راه هم بچه محلامون پرچمداری کرد مثل شهید وحید زمانی. بله آقا داداش اسم این اوباشا رو نه، یعنی علی درویش و علی محمدی و هانیکونا و نیم و شاشو هم هانیکوناشون هم که سلاخشون زیاد شده برای خدمت رسانی به ملت. داداش اپ خصوصی در نمیارم داداش، پیج از حالت خصوصی در نمیارم. آقا مرداد ما همینجوری خصوصی کرده بودیم پیج اول و این همه برای ما ریپورت و لایومون رو زدن. آقا پازو که فکر میکنم از سمت شما باشه داداش. خب دوستای خوب من، اگه کسی دوست داره بیاد بالا به من بگه، وگه نه از حضورتو مرخص شم انشالله تو سریای بعد بازم در خدمتتون. کسی دوست داره بیاد بالا؟ آقا جاود قلب من یه داداش خب ایزه بدیم بس من از حضورتون مرخص شم، همه شما رو به خدا میسپارم. ایشالله که آخر هفته خوبی داشته باشین، غم نبینین، سربلندی شما و خانواده شریفتون و ملت ایران. یا علی مدد.